شعاری که در خیابان‌های ایران بیشتر از سایر شعارها شنیده شده نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران بوده این یعنی مردم ایران به خوبی می‌دانند که آنچه امروز رژیم تبلیغ می‌کند هیچ ارتباطی با آرمان‌های آنها ندارد در مقابل رژیم سعی دارد از وضعیت پیش آمده و هر ضعفی که در طرف مقابل می‌بیند نهایت استفاده را بکند که ظاهرا امروز مساق دارد برای همین است که هر بار قلب خیشتنداری می‌کند یا از فشار لازم برای حداقل مهار آنها استفاده نمی کند آنها جریتر می شوند. اما در نهایت تنها با نابودی این رژیم می شود یک بار و برای همیشه به این مشکل پایان داد. در غیر این صورت این تنها به تخیر انداختن مشکل به زمان دیگری است نگاه کنید حرف باد هواست اما این اقدامات است که نتیجه را تعیین می کند در حال حاضر وضعیتی داریم که رژیم تشویق شده که هر زمان گروگانی داشته به پول بیشتری می رسد آمریکا منادی تحریم است اما هرگز این تحریم ها را به اجرا نگذاشته این آن چیزی نیستش که من اعمال فشار توصیف کنم پس آیا پیام این است که پسرهای خوبی باشید و ما را اذیت نکنید

اما به موازات فشار حد اکثری باید یک تلاشم برای حمایت حد اکثری وجود داشته باشد به معنای قدرت بخشیدن به مردم ایران تا بتوانند از داخل به رژیم فشار بیاورند و در نهایت آن را فلج و ساقط کنند این می تواند به معنای حمایت های فنی تامین هزینه اعتصابات کارگری و غیره باشد و این روش قبلا تجربه شده مثل جنبش همبستگی لهستان در اواخر جنگ سرد Cold War so So Reza what does the average Iranian uh, in Tehran as they look at what the you know the regime is doing what are they thinking well they're thinking that for 44 years we've been primarily occupied by a, a, a group of people who are, who are ideologically, خب آنها فکر می‌کنند که برای 45 سال ما عملا تحت اشغال گروهی بوده ایم که به لحاظ ایدئولوژیک هیچ تعلق خاطری به معیشت شهروندان خود ما نداشتند و تنها مشغله آنها صدور یک ایدئولوژی به خارج از مرزهای ما و ایجاد یک خلافت شیعی در منطقه و سایر جهان بوده آنها هزینه همه این عملیات ها و نیروهای نیابتی را از جیب مردم ایران تعمین می کنند. پس ایرانی ها آزادی می خواهند و نظام ارزشی مشترکی با شهروندان کشورهای دموکراتیک دارند. زیرا ما به حقوق بشر، برابری و رفع هر گونه تبعیض چه ایدئولوژیک، چه مذهبی و چه جنسیتی باور داریم. یعنی در نقطه مقابل آنچه این رژیم نمایندگی می کند. این رژیم اراده و نقطه نظرهای مرا نمایندگی نمی کند.

نیروهای اهریمنی که از طرق تروریستی فعالیت می کنند چه علیه مردم خود ما چه علیه اسرائیل یا سایر ملت های منطقه آنها به صلح متعهد نیستند آنها صلح نمیخواهند و تنها راه رسیدن به صلح ایجاد امکان راه حل دو کشوری است اما این تنها زمانی اتفاق میافتد که این نیروهای نیابتی و تمام آنهایی که می فرایند صلح را مختل کنند دیگر نباشند پس باید مشکل را یک بار و برای همیشه برطرف کرد شما می توانید سربازان حماس و القاعده های این جهان را بکشید اما نمی توانید یک ایدئولوژی را بکشید بلکه باید در نهایت آن ایدئولوژی که این نوع کنش را در برخی ایجاد می کند شکست دهید